اگر به حافظمون مراجعه کنیم، نام هر شهر برای ما تداعی کننده مفهوم خاصیه. هر شهر رو با خاطره‌ای یا خبری یا خلاصه تاریخچه‌ای میشناسیم. اما حالا و در جریان قیام سراسری، نام شهرهای سرزمینمون با واژه شورش پیوند خورده. حالا وقتی اسامی شهرهای به پا خواسته رو میشنویم، بلافاصله تصاویر جوانهای شورشی اون شهر و چهره‌های معصوم شهیدانش در اذهانمون نقش میبنده. این ویژگی دوران قیامه، این خصیصه زمان برخواستنه. امروز قصد داریم سفری داشته باشیم به شهر شورشی مسجد سلیمان، شهری که شهدای بسیاری رو در راه آزادی تقدیم کرده و در لیست جدید اسامی شهدای قیام آبان 12 تن از 56 شهید این لیست از شهدای مسجد سلیمان هستند. به این شهیدان سرفراز درود میفرستیم و توجه شما رو به قطعه‌ای در همین رابطه جلب میکنیم. بعد من باز میگردم، همراه هستم با شما با یک مجاهد مسجد سلیمانی. با هم ببینیم. یکان شبیم به جنگ شب رویم، تلسم اختناق تا همیشه بشکنیم. یکان شبیم ارتشی گرام شدیم، در آسمان شهر رعد بی امان شدیم. ای تو خواهرم برادرم، به پا به پا، اهرمن رود وطن شود رها رها. رزمگاه پر خطر کنی عزیز، بیگمان که پشت ما خدا بود خدا. یکان شبیم به جنگ شب رویم، تلسم اختناق تا همیشه بشکنیم. یکان شبیم ارتشی گرام شدیم، در آسمان شهر رعد بی امان شدیم. بینندگان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم، در این قسمت از برنامه همراه هستیم با برادر مجاهد محمد رضا موزرمی از مجاهدین شهر مسجد سلیمان و قصد داریم گفتگوی کوتاهی با ایشون داشته باشیم. خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر و در خدمت شما هستیم. من هم سلام دارم به شما و به همه هموطنان. به طور مشخص به همشهریای مسجد سلیمانیم سلام میرسونم و به همه شهیدان طی این سالیان جنگ با رژیم خمینی درود می‌فرستم. زنده باشین. آقای موزرمی، ما قبل از اینکه شما تشریف بیاورین هم گفتیم خدمت بینندگان عزیزمون که از این لیست 56 نفره شهدای قیام آبان که اخیراً منتشر شده، 12 تن از اونها متعلق به شهر مسجد سلیمان هستند. حالا شما برای ما از مسجد سلیمان بگید، از وضعیت سیاسی و اجتماعی این شهر از اون سالهای گذشته تا به امروز که شاهد چنین قیامی هستیم در مسجد سلیمان و این شهدا. بله، همونطور که گفتید، در واقع شهر مسجد سلیمان و شهدای مسجد سلیمان فقط تنها قیام آبان نبود. تو قیام 96 بود، تو قیامهای دهه 70 بود، توی عملیات فروغ جاویدان بود، تو قتل عامای سال 67 بود و توی زد و خوردهای فاز سیاسی و از روزی که بالاخره این نظام بر سر حاکمیت اومد، مردم شهر ما طی 40 سال گذشته به طور واقعی چنگ در چنگ با این رژیم بودن. اگه بخوام خیلی کوتاه بگم فضای سیاسی شهر ما چطوری بود، تو ابتدای بعد از قیام ضد سلطنتی، خب مارکسیستا و مجاهدین دو نیروی اصلی بودن که در واقع تو این شهر رو در روی رژیم خمینی ایستادن از همون روز اول. خیلی مدت کوتاهی نگذشت که در تمامی اقشار و سطوح مختلف تو شهر مسجد سلیمان
انجمنهای مسئول دانشجویی، مسئول دانش آموزی، کارگری، معلمین، فرهنگیان، تشکیلات مجاهدین در مسئله ما شکل گرفت. از همون موقع در واقع آنچنان سرعت پیشرفت فراگیر شدن فرهنگ مجاهدین در همه اقشار به چشم خورد که برای خود رژیم غیر قابل تصور بود. تو انتهای فاز سیاسی یه سری از دستگیری ها داشتیم ما. از جمله یکی از دستگیری هایی که تو فاز سیاسی ما داشتیم یه خاطره بگم ازش، همین مجاهد صدیق مسعود نصیری که جمعه هفته گذشته از میان ما پر کشید. مسعود یکی از میلیشیای های پرشور اون مقطع بود که از یه خانواده کارگری تو مسلمون در واقع پاورسه مبارزه گذاشته بود، بعدش هم به زندان افتاد و بعد هم که ارتش آزادی بخش اومد و پروسه‌ای که طی کرد. بعد از فاز سیاسی تعداد زیادی دستگیری داشتیم ما تو شهرمون. یه تعدادی تونستن بالاخره خودشونو از چنگ رژیم در ببرن. یه سری از بچه ها داشتیم که تونستن از زندان فرار کنن. مثلا فرض کن ایرج اورک، محمد آغد، اینا از در واقع دانش آموزای هوادار مجاهدین بودن که ایرج تونست بود از تو زندان فرار کنه بعد بیاد به ارتش آزادی بخش بپیونده. محمد آغد هم یکی از تیمای عملیاتی بود که سالهای بعد سال 63-64 تو عملیاتی که تو ایران داشت اونجا محاکمه و قهرمانانه استاد دفاع کرد و شهید شد. بعد از اون یه سری از بچه‌ها که زندان و حبسشون تمام میشد دسته دسته به ارتش آزادی‌بخش میپیوستن. در مقطع عملیات فروغ جاویدان از بچه‌های مسلمان شهدای بسیار داشتیم، از جمله همین ایرج اورک، سعید سعیدپور، داراب حسنپور. داراب از بچه های چاربیشه بود، معلم بود از انجمن فرهنگیان مسلمان، از یه خانواده کارگری واقعا پا تو عرصه مبارزه گذاشته بود و اومده بود پروسه زندانش رو طی کرد و بعد اومده بود تو ارتش آزادی بخش و تو عملیات کبیر فروغ جاویدان شهید میشه. همزمان یه سری از شهدای مسلمان در قتل عام در زندان های رژیم در واقع قهرمانانه و عهد خودشون برای پیمانشون با مردم و خدا و خلق و تحقق و آزادی ایستادن، از جمله شارخ نامداری که برادرش فرخ الان جز فرماندار و پرسنل ارتش آزادی بخش هستن، از بچه هایی بودن که اونجا توی در واقع قتل عام سربدار شدن و مسجد سلیمان به اعتبار همین خونها همچنان شعله ور رو به پا خواسته ادامه داد تا امروز و در همین مقطع قیام هم دیدیم که چه صحنه و چه درخشش هایی داشت این شهر شورشی. به طور واقعی این شهدایی که الان ما لیستشون رو توی فهرست جدیدی که سازمان منتشر کرده می‌بینیم، یک پیشینه ای در جنگ با رژیم طی 40 سال گذشته داشتیم که الان توی این مقطع دیگه رسیده به جوانایی که در واقع قیام آفرین شورشی در قیام‌های مختلف از جمله قیام آبان 98 یا دی 98 اینا در درگیری با رژیم یا همونجا دستگیر شدن یا بعد دستگیر شدن، تعداد بسیار زیادی هم که الان تو زندان هستن و مفقود الاثرن، خبری ازشون نیست. این آماری هم که الان شما اعلام کردین به طور واقعی آمار بسا بیشتر از این چیزا باشه که الان جدیدن به طریق مختلف که خواهرمون حوری سیدی تو برنامه شما امروز به خوبی گفت که به چه شیوهی اسامی شهدا تعیین میشه که دست سازمان رسیده. این راه همچنان ادامه خواهد داشت. من میخوام در انتها اگر اجازه بدین خواهش بکنم به همشهریان بگم که به طور واقعی همه بچه های مسجد سلیمان که الان تو ارتش آزادی بخش هستن همچنان سفت و سخت و استوار بر پیمانن، بر سوگند آزادی خلق همچنان تجدید پیمان میکنن با این شهدا و آمادن. پیام من به جوانای مسلمان اینه که به کانونای شورشی بپیوندن، به کانونای شورشی که الان تو مسلمان فعالن و چنگ در چنگن با رژیم، به اونا درود میفرستم. خانواده های شهدا رو میخوام بهشون بگم که به طور واقع شما تنها نیستین،
پشت شما به سازمان مجاهدین گرمه و رژیم سرنگون خواهد شد، ما ایران از رژیم پس خواهیم گرفت. درود بر شما، خیلی متشکرم از شما، حضورتون در این برنامه و این اظهار امیدواری و ایمانتون به تحقق ایران آزاد. بینندگان عزیز، در پایان گفتگویی که داشتیم با آقای محمد رضا موزرمی، ما هم از خدمت شما مرخص میشیم. متشکریم که ما رو تا این لحظه همراهی کردیم. امیدوارم که ویژه برنامه قیام آفرین مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدار شما.